بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين دوستان عزيز بن دقان جرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمة شما سروران جرامي قرار دارم در برنامه زيباي شگفتی های آفرينش دوستان عزیز خداوند متعال ما انسان ها را آفریده هست و در وجود ما ویژگی های را آفریده است که در هیچ مخلوق دیگری سراغ نمی شود و خداوند متعال به اساس همین ویژگی انسان را به مقامات خیلی عالی رسانده و می رساند خداوند متعال به همین انسان که جز بشریت هست پیامبران را فرستاد که پیام الهی را به امتهایشان به اقوامشان برسانند به خداوند متعال از انسانها خواسته است که باید در اوج سیر تکاملی قرار بگیرند انسانها توقف نکنند انسانها مسیر را طی بکنند که نهایتش به سوی فلاح و صلاح و رستگاری باشد ای از نظام خداوند ای از دستور خداوند ای از قانون خداوند این از شریعت خداوند دوستا ببینین انسان خداوند متعال نسبت به دیگه مخلوقات ویژگی های زیادی داده است خیلی ویژگی های داده است مثلا ما در برنامه های گذشته به چند ویژگی که خداوند در وجود انسان ها آفریده است اشاره نمودیم مثلا خداوند انسان آفرید و برای از او یک چهره زیبایی داد و خداوند متعال این انسان در بین دیگر مخلوقات تمایز و برتری داد و خداوند برای همین انسان نعمت عقل را ارزانی فرمود و خداوند متعال در فطرت انسان آن نیروی را آفرید که به سوی کمال سیر بکند این چی بود یعنی بعضی نقاطی بود که در برنامه های گذشته خدمت شما عرض کردیم همچنان یکی از ویژگی های این مخلوق که انسان هست و خداوند این صفات در وجود انسان آفریده است و در عین وقت انسان متوجه ساخته است که انسان باید از مسیری که خداوند برای تعیین نموده است از او باید انحراف نکنی جاده ای را که خداوند بر انسان ها مشخص ساخته است خداوند متعال از انسان خواسته است که از این جاده منحرف نشود از خطوط قرمز باید تجاوز نکند چرا؟ به خاطر این که خداوند از انسان خواسته است که یک انسان کامل باشد و با مسیر حرکت کند که نهایت این مسیر چی باشد؟ رستگاری و کامیابی باشد رستگاری و کامیابی باشد ببینید خداوند متعال در انسان در فطرت انسان بعضی معاصفات را آفریده است مثلا خداوند متعال در انسان میل شهوت را قرار داده است تا با تجربه صبر و شکر در برابر آن شود خود را تجربه بکند و راه نزدیکی به خدا برایش میسر گردد یکی از ویژگی های انسان است که خداوند متعال در وجود انسان غریزی شهوت را آفریده است و خداوند متعال می خواهد که این انسان در همین غریزیش به ازماید و صفت صبر در او چه بکند ببیند که انسان چقدر صبر دارد و به چه اندازه شکر نعمت های خداوند به جا می آورد ببین غریزی شهوت یکی از غرایز است که خداوند در وجود انسان آفریده است غریزی شهوت تنها مسئله جنس, جنس... نیست غریزی شهوت مثلا غریزی نان خوردن یک نه و علاقه انسان است خوردن نوشیدن و مثلا به سوی آسایش و آرامش تمایل انسان که انسان باید راحت باشد، آرام باشد، در زندگیش آسایش داشته باشد. این تمام غرایزی است در وجود انسان. ببینید دوستا در اسلام ما یک حکمی داریم که را به نام روزه میگوین. خداوند متعال برای مسلمانان یک سال روزه را رو فرض کرده است. در یک سال یک ماه روزه را رو فرض کرده است که روزه ماه رمضان میگویند. در یک سال یک ماه روزه فرض است در ماه رمضان هدف از روزه چیست در پهلوی از که یک عبادت است ما میکنیم خداوند گفته است که شما روزه بگیرین ما روزه میگیریم ای عبادت شد خداوند متعال میگوید که شما نماز بخوانین ما نماز میخوانیم عبادت شد خداوند متعال میگوید که شما زکات بدین ما زکات دادیم عبادت شد حج کنین حج کردیم عبادت شد در پهلوی مسئله عبادت این اعمال دیگر چی تاثیراتی دارد خیلی زیاده مسائل دیگری است که در این عبادات نهفته هست در همین عبادات خیلی مسائل زیاد است که در همین عبادات چی است نهفته است مثلا در ماه رمضان خداوند متعال چی میگوید روزه چیست روزه است که از طلوع فجر تا غروب آفتاب ما نه چیزی بخوریم و نه چیزی بنوشیم و نه به همسران تا نزدیک شویم پس خوردن یک نوع شهوت هست غریزه هست در وجود انسان نوشیدن غریزه هست نزدیک شدن به همسر غریزه هست بعد خداوند مطال میگوید که این غرایزتانه این تانه تا وقت شام از او استفاده نکنه ممنوع است. یک خط قرمز است که باید از این تجاوز نکرد پس خداوند این غریزه را در وجود انسان ها آفرید و در عین وقت خداوند این غریزه را آل آزمایش میکند که ای انسان این غریزه تا در راه درست از او استفاده کن در چوکات دین خداوند از او استفاده کرد. حتی نه تنها مسئله رمضان. ببینید بی یعنی خوردن و نوشیدن یک نوع غریزه است در وجود ما. خداوند متعال میگوید که کلو وش وشرب ولا تصرفو. ای انسان ها بخورین، بنوشین ولی اصراف نکنین. شاید یک انسان خیلی امکانات داشته باشد. میگوید که من به جای یک نان ده نان میخرم با جای یک غوری مثلا پلاو یا برنج ما ده غوری برنج چی میکنم خریده میدانم در یک رستوران میرود در یک تام خوری میرود پول میدهد پول خیلی زیاد دارد ولی در از ده نان شاید یک نان بخورد سیر شود و اون نو نان دیگه که باقی مانده او چی هست؟ او اسراف هست او پرتاب می شود در چی در زبالدانی یا غذای زیاد می گیرن او را کمش می نصفش باقی میمانه اسراف اصراف هست چرا به خاطر اینکه که باقی این غذا در زبالدانی پرتاب می شود اصراف شد ای چی هست اصراف هست حتی همین اصراف هم در اسلام چیست در اسلام جایز نیست خدا ما از اصراف چی کرده است؟ من نکرده است بخورین بنوشین ولی اسراف نکنین خوردن جایز است نوشیدن جایز است ولی اسراف جایز نیست این وقت یک صورت سیومی اسرافی است که انسان پرخور باشد رسول صلی الله علیه و است که ای انسان ها شما معده را سه بخش تقسیم کنین یک بخشش برای خوردن دوش برای نوشیدن سیومش برای نفس کشیدن بعض انسان ها آن قدر علاقه خوراک هستند که هر سه بخش به خوراک پر می کند شما گریده باشین بعض مردم وقتی که زیاد میخورن میخورن، حتی هم نفس کشیدنشان به بسیار مشکل می باشد. زود زود نفس می چرا به خاطر ازی که در اونجا جای نفس نمانده نفس کشیدن نمانده این اسلام منه کرده است که این غرایز در تو هست این انسان ولی این غرایز کنترل کو و از حدود خداوند باید تجاوز نکنی. این چی است؟ میل شهوت است که خداوند متعال در انسان آفریده است ولی او را می آزماید به چی به صفت صبر در مقابل مشکلات به شکر در مقابل نعمتها. ها وقتی خداوند بر تو نعمت ها را داد شکر نعمت ها بجا بیاورید شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از درد بیرون کند یعنی شکر کردن این نعمت ها خدا او را برش می افزاید نعمت ها را. اما اگر کفران کرد خدا اون نعمت ها را از انسان می گیرد همچنان دوستان عزیز خداوند متعال نظامش به این رفت است که به انسان آزادی و اختیار بخشیده است تا اعمالش را ارزشمند گرداند خداوند انسان آفریده است در اعمالش مختار هست اختیار مطلق دارد انسان خداوند انسان آفرید و در عین وقت بر از او چی داده است آزادی داده است اختیار داده است و برایش اعمال نشان داده است که اعمال نیک است یا اعمال بد است کدام انجام میدی خداوند هیچ کس مجبور نکرده است به هیچ عملی یکی امر هست یکی جبر هست دوستا امر هست مثلا خداوند متعال مطال میگوید که نماز بخوانین روزه بگیرین زکات بتین حج بتین راست بگویین. صدقات بتین خیرات بتین کارای نیک بکنین این امر هست ولی مجبور نکرده است که خداوند متعال بگوید که اگر نخانیم تو هلاک میسازم. این جبر میگوین. لذا خداوند متعال برای انسان اختیار داده است آزادی داده است تا به اساس اختیار خود و آزادی خود این اعمال انجام بدهد و وقتی که یک انسان یک کار را به اساس ارادی خود انجام داد او یک لذت خاصی دارد لذت خاصی دارد درست است یک چیز دیگری هم ما در اسلام داریم که او را توفیق خداوند میگویند ولی توفیق خداوند هم بستگی به اراده انسان دارد هرگاه انسان اراده کار خیر کرد توفیق خداوند برش نصیب می شود هرگاه انسان اراده کار خیر نکرد توفیق نصیبش نمی شود پس خداوند مطال به انسان آزادی داده است تا اعمالش را انجام بدهد و اعمالش ارزشمند شود به اساس چی؟ به اساس اعمالش به اساس اعمالش مثلا میبینین در سیستم دنیاوی در تعاملات دنیاوی ما انسان ها چی داریم؟ یک چیزی که برای کار میکن کار وظیفه کار وظیفه یک شخص هست تاجر هست شخص دیگری طبیب یا دکتر و پزشک است شخص سیومی دیقان هست کشاورز یک شخص دیگری در دفتر کار میکنه مدیر هست رئیس هست وزیر هست اینسان انسان کار میکنه همیشه یه شخصی که مدیر است ماهانه مثلا معاش خود میگیره حق و زمه خود میگیره وقتی که ماه تمام شد وقتی که این شخص طول ما کار کرده و کار درست انجام داده اما ماش خود پورا می گیرد وقتی که ماش خود گرفت چقدر به او خوش می باشد به خاطر که این پول یا این معاش در مقابل کاری بود که انجام داده است پس این پوله و این معاش در نتیجه زحمت و کوشش خود به دست آورده است همانند او دهقان و کشاورزی که شب روز تا شبه در همو زمینش مشغول هست می میکاشه دانه ها رو میکاشه و کشت میکنه و به زحمت در همو زمین خود مصروف است تا از نتیجه کار خود و از زمین خود محصولات رو به دست بیاره مثلا گندم کاشته بود چقدر گندم شد یک تن گندم شد یا دیگر مثلا سبزیجاتو کاشته بود یا مثلا درخت های میوه را کرده بود دو کوشش کرده بود میوه های از رو به دست بیاره وقتی که محصول زراعت و کشتزاری کشت خود را به دست می چقدر خوش میشود چقدر پول به دست آورده یک لک درهم مثلا یا یک میلیون درهم این پول حلال است که انسان از او احساس لذت میکند در نتیجه عمل خود ای مزده به دست آورده است یک شخص دیگر است که شب و روز در خواب است دستش به دیگران دراز است گداییگر هست گدایی می کند ای گداییگر و ای انسانی که دستش به دیگران دراز است هرگز احساس لذت نمی کند از همون پولی که از جیب دیگران به اساسی گدایی به دست می آورد چرا؟ به خاطر از بسیار آسانی ایره به دست آورده است به اساس گدایی ایره به دست آورده است انسان گدایگر که ما میگیم هیچ لذت ندارد و همچنان مثلا یک شخص دیگر است به اساس دزدی مال دیگران را می و از او استفاده می کند ولو که میلیونر هم باشد این مال از طریق حرام به دست آمده نه از طریق زحمت و کوشش ای هیچ لذتی ندارد هیچ لذتی ندارد لذا خداوند متعال برای انسان آزادی و اختیار داده است تا اعمالش را ارزشمند گردانند و همچنان دوستا خداوند متعال برای انسانها ها کتاب های فرستاد تا به او الهام کند که پاکی ها برایش مجاز و پلیتی ها برایش ممنوع هست این دیگه نظام خداوند است ببینین هر نقطه ای که ما در رابطه بحث میکنیم یک مفهوم عظیمی دارد مطالب بسیار ارزنده ار در لابلای این مطالب چی است گنجانیده شده است که هر یکی به درس های تفصیلی نیاز دارد که ما در رابطه چی بکنیم صحبت بکنیم چون که وقت به پایان رسیده است انشاءالله در برنامه آینده این موضوع را تکمیل میکنیم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم